اگه من کمی صبر میکنم به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. من کمی صبر میکنم تا بقیه بیان روی خط. برای عزیزانی که ضبط برنامه میبینند، برنامه زنده اینستاگرام هست. 12 ظهر به وقت کالیفرنیا از اینستاگرام و فعلا 10:30 شب به وقت ایران 5 نوامبر که ساعت امریکا عوض میشه، برنامه میشه 11:30 شب به وقت ایران، چون ساعت ما هنوز تغییر نکرده. خانم پریچر، خواهش میکنم. خانم شاروخ، سلام به شما. خانم آرمیندوخ، خانم استار، مرسی که شما هم هستی. تنها زندگی کردن دلیلش چی است؟ ممکنه خواسته خودتونه، ولی بعضی وقت افراد وقتی که ترس از آسیب دیدن دارن، برای حفاظت خودشون از آسیبای احساسی خودشونو تنها میکنن. یعنی حفاظ هایی که برای خودشون ایجاد میکنن زندان خودشون میشه. شما وقتی مثلا توی اتاق در قفل میکنی که کسی نیاد تو، اگه اون در قفل باشه از دو طرف، خودت رو هم زندانی میکنم. بعد ترس هاتون رو رها کنید، از روح بزرگتون ریشه یابی کنید. ریشه تنهایی من چیه؟ سر جلسه امتحان، یعنی که اینها درس هایی که باید بیاموزید. درس ها یه قسمتش اینه که ریشه کارمایی داره، بعضی اوقات درسه که برای رشد خودتون باید یاد بگیرید. در این زمینه میتونه کمک کنه که شما از معلمای نوریتون و روح بزرگتون درخواست کنید اون دیدگاه و درک لازمه رو به شما بدن، کمکتون کنن درستون رو به راحت ترین روش و سریع بگیرید، دریافت کنید و درکش کنید. چون درس که گرفته بشه، اون قضیه خیلی وقتا تکرار نمیشه. اگه هدف آموزش یه درسی باشه، تکرار نمیشه. ولی اگه درس رو نگیرید، تکرار میشه تا درس رو بگیرید. من اینو توی یه دورانی تجربه کرده بودم که یه چیزی تکرار میشد و متوجه میشدم این قضیه یه درسی داره که من دوزاریم نمیفته براش. و از معلمای نوریم درخواست کمک کردم، گفتم من میدونم اینجا یه چیزی هست، من بعد بگیرم درسی درش هست، به من کمک کنید درسمو بگیرم دیگه این قضیه ای تکرار نشه. فشای آگاهی و عشق دوست دارم. مرسی خانم اکرم. زیاد خواب میبینم که در قبرستانم. اینو معمولا توی اینجور جایی که خودتون رو میبینید، یعنی سطح ارتعاشتون پایینه. بعد به سطح ارتعاشتون توجه بدید، به خودتون عشق بدید، خودتون رو در شرایط شاد قرار بدید. کلاس پاکسازی به چه صورته؟ کلاس پاکسازی فضا از طریق اسکایپ اجرا میشه. برای روز و زمانش از واتساپ پیام بدید، بگید که میخواین در کلاس شرکت کنید، من اطلاعاتو به شما میدم. کلاس پاکسازی فضا برای افرادی که خوابای بد میبینن یا در روز یه چیزای حسای ماورایی دارن که حس خوب بهشون نمیده، و در خیلی زمینه‌های تکنیکی که آموزش میدم، تو خیلی زمینه‌های دیگه هم مفیده برای افکار منفی، ترس، اینجور چیزا. آیا چی کردن؟ خانم نازادین، این جمله کلماتون منه، آیا گرد کردن منفعتی برای ما داره؟ یعنی چه؟ من سوالتون متوجه نمیشم. برای داشتن تعادل در زمین چه جمله باید بگیم؟ بعد به ذهن و احساستون تعادل بدید، به ترس هاتون درمان بدید، به احساساتتون تعادل بدید. خود تعادل ذهن همراهش تعادل احساس هم میاره. وقتی که افکارتون مثبت باشه و به ذهنتون مسلط باشید، تعادل احساسی هم با خودش میاره.
من چیکار کنم که تمرکزم بیشتر بشه؟ خیلی تو کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید، اینم به شما میتونه کمک کنه. مراقبه خیلی به تمرکز حواس کمک میکنه. مراقبه و ذکر گفتن، همه ذکرهایی که من در کانال پست کردم اثر انرژی درمانی داره. شما میتونید موقعی که ذکر میگید، مثلا تصمیم بگیرید که میخواید بعد 10 دقیقه ذکر بگید یا 5 دقیقه ذکر بگید. در شروع نیت کنید که من این ذکر رو میگم مثلا برای 5 دقیقه و اثر درمانیش برای تقویت حافظه من باشه. میتونید پروگرام کنید که اثر درمانی اون ذکر به چه قسمتی درمان بده. چطور رابطه با خالق رو بهبودی بدیم؟ با خالق ارتباط برقرار کنید، با خالق حرف بزنید، مراقبه بکنید، از خالق سپاسگزاری بکنید برای حضورتون، برای خلقتتون. ارتباط با خالق خیلی راحته. بعضیا نمیدونم چرا فکر میکنن مثلا یه چیز خاص لازم داره. شما با خالق حرف بزنید، مثل که با یه آدم حرف میزنید، با خالق حرف بزنید، در هم حرف بزنید باش، هم باش میتونید درد دل بکنید، هم فقط حضور سعی کنید حضورش رو احساس کنید، که معمولا مراقبه برای این زمینه مفیده، چون خود مراقبه ارتباط شما رو با خالق قوی تر میکنه که حضور خالق رو احساس بکنید. و یه مقدار اگه افراد از این دیدگاه طلبکاری از خدا در بیان چون خیلی ها فکر بکنم مثلا خدا قراره بیاد همه مشکلاتشون حل کنه، ولی هدف تناسخ اینه که شما خواستی بیاید اینجا اختیار داشته باشید و یه چیز تجربه بکنید. اگه خالق بیاد تمام مشکلات شما رو حل بکنه، که دیگه اصلا این تناسخ معنا نداره، دیگه اصلا به این باد آمدن و این همه کار زحمت ها دیگه معنا نداره. رول خالقی نیست که بیاد همه مشکلات شما رو حل کنه. خالق تمام توانمندی ها و وسیله ها رو به شما داده، فقط بعد آگاه به توانمندی های خودتون بشید. من واقعا در مسیر آگاهی خودم واقعا شگفت انگیز هستم در اینکه چقدر خالق توانمندی های مختلف و زیادی درون خود ما نهفته. برای همینم به ما اعتماد داره که ما خودمون میتونیم مسئلهمون رو حل کنیم، ولی این وظیفه منه که من خودم رو آگاه کنم به خودم و به خالق. ولی ارتباط با خالق خیلی راحته. به حس یک دوست با خالق ارتباط برقرار کنید، به حس یک مادر مهربان با خالق ارتباط برقرار کنید. یه مقدار بدون حس طلبکاری و گله و شکایت. البته خالق صبور و سخاوتمنده. من نمیگم از خالق چیز نخواین، نه، شما هر چی میخواین از خالق درخواست بدید، مسئله نداره. ولی گهگاهی هم با خالق ارتباط کنید، ارتباط برقرار کنید، با خالق حرف بزنید، فقط برای با خالق بودن. بگید خدای من، خدای مهربان من، خدای مادر مهربانم، تو که همیشه هستی با من میخوام چند لحظه ای با تو باشم. همین، فقط برای با تو بودن میخوام چند لحظه ای با تو باشم. حالا شما یه 2 دقیقه وقت بذار برای با خدا بودن، با خالق بودن. شما تمام 24 ساعت دیگر رو بگو خدایا اینو به من بده، خدایا اونو به من بده، خدایا اینو میخوام اونو میخوام. 2 دقیقه شو وقت بذارید فقط برای با خدا بودن. این خیلی به شما کمک میکنه و احساس آرامش به شما میده. نگران ارتباط با خالق راحته. ای خدای مهربانم، به من رحمت بده، برکت بده، من میخوام 2 دقیقه با تو باشم، 3 دقیقه با تو باشم. راحته، کار راحتیه. خواب میبینم موجودی تو خواب مزاحمتون میشه، تو کلاس پاکسازی خواب شرکت کنید. هر کسی تو خواباش موردی داره، مسئله‌ای داره که براش خواب بده یا مزاحمت داره، کلاس پاکسازی فضا بهش کمک میکنه.
چقدر تئوری های کوانتوم واقعیت داره؟ الان خیلی از این کلمه کوانتوم استفاده میکنن، یه کلمه مد شده. من خیلی میبینم که از این کلمه کوانتوم استفاده میکنن برای چیزایی که اصلا ربط به کوانتوم نداره. دیدگاهی که من به این کلمه دارم از درک من، چون میگم این مثل خیلی کلمه های دیگه ازش زیادی استفاده میشه به دلایل مختلف، دیدگاهی که من از این و درکی که من از این از دیدگاه معنوی، چون یه سری فلسفیات کوانتوم مربوط میشه به کشفیاتی که دانشمندان میکنن، ولی در امور معنوی هم از این کلمه بعضی استفاده میکنن، و دیدگاه و درکی که من از این کلمه دارم اینه که زمانی که شما به اساره خودت، به ذرات خودت، به کل خودت آگاه باشی، شما در لول کوانتوم قرار گرفتی. یعنی بالواقع در بیداری و آگاهی بالا. ولی من خیلی میبینم مثلا میگن کوانتوم نمیدونم، از این کلمه زیاد استفاده میشه به طور کاذب، چیزایی که اصلا بهش ربط نداره. شما خالق رو دریابید، بهترین راه شما ارتباط با خالقه، بقیه رو هم ول کنید. خیلی ها مثلا مطالب زیادی بر من میفرستن، این اینو گفته، اون اونو گفته. من تو خود مسیر خودم اون چیزی که بیشتر بهش توکل داشتم و درخواست دادم خالق بوده. من حتی قبل از اینکه به معلمای نوری آگاه بشم از خالق درخواست میدادم، میگفتم خدایا به من کمک کن من خودم رو بفهمم، کمکم کن زندگیم رو بفهمم، کمکم کن تو رو بفهمم، کمکم کن تو رو بشناسم، کمکم کن بفهمم من برای چی اینجام، این داستانی زندگی چیه، چرا من چیزا رو تجربه میکنم. من روزانه با خالق حرف میزدم، با خالق ارتباط برقرار میکردم. خیلی وقتا هم که غمگین بودم تصور میکردم سرمو گذاشتم روی پای خالق، خالق داره من نوازش میکنه. بدین وسیله به خودم آرامش میدادم و تنها چیزی که بهش رجوع میکردم خالق بود. و این حس در من بود که من جوابم رو جای دیگه پیدا نمی کنم، جوابم رو در دیگران پیدا نمی کنم. این حس در من بود که تنها کسی که میتونه به من کمک کنه خالق من هست. حالا این انتخاب خود شماست که میخواد کجا برید چه کار بکنید، ولی پیشنهاد من اینه که به اصل مطلب بچسبید، که اصل مطلب ارتباط شما با خالقه. ارتباطتون با خالق که قوی بشه خیلی چیزای دیگه برای شما روشن میشه. تعبیر خواب سقط جنین، یه چیزی رو دفع کردید، ولی برای تعبیر سمبول ها کتاب منو تهیه کنید، کتاب خواب منو تهیه کنید. چه ذکری باید بگم؟ همه ذکرها مفیدن. دریافت میکنم از عشق خدا خوبه، عشق خدای مادر قلب من باز میکنه. ذکرها در کانال تلگرام من پست، همشون اثر انرژی درمانی داره، چون این ذکرها توسط خالق و معلمای نوری من به من داده شده. ذکرهایی هستند که هدیه کائنات هستند، همشون اثر انرژی درمانی داره. تمام ذکرهایی که من در کانال پست کردم همشون اثر انرژی درمانی داره. شکایت میکنه چرا من رو به دنیا آوردی؟ خالق درکش بالاتر از این حرف هاست. ولی اصل مطلب اینه که شما خودت خواستی بیای اینجا، حالا تا دلت بخواد بشین گله و شکایت بکن، خودت خواستی بیای. افراد میان به اینجا که به مسیرشون، به رشد روحیشون سرعت بدن. بله بعضی اوقات حضور در این بود راحت و ساده نیست،
ولی شما این مسیر رو انتخاب کردید برای سرعت رشد روحتون، نه برای ساده بودنش یا برای آسان بودنش. البته لازم هم نیست سخت باشه، ما سخت میشه چون سخت میگیریم به خاطر ذهن و دیدگاه همون. میتونه خیلی راحتتر باشه، ولی دلیلی که ما انتخاب کردیم در این بود تناسخ کنیم به خاطر سرعت رشدیه که در این بود موجوده. سرعت رشدی که در این بود ایجاد میشه برای روح، که این مهمترین چیز برای روحه، روح ما، اصلیت ما، برایش مادیات و این چیزا مهم نیست، رشدش و تجربهش برایش مهمه. و این مسیر رو انتخاب کردید برای سرعت رشد. سرعت رشدی که هر کسی در یک عمر در این بود کسب میکنه میتونه مساوی باشه با چندین عمر در بودهای بالاتر. یعنی خیلی ها عمدن انتخاب میکنن که به این بود بیان مثل این میمونه که شما میخوای بری، فرض کن میخوای بری پی اچ دی بگیری، حالا شما انتخاب داری، شما میتونی به این مدرسه بری و پی اچ دی تو در عرض 10 سال بگیری، میتونی به این مدرسه هم بری پی اچ دی تو در عرض مثلا 1 سال بگیری. مسلماً اون مدرسه‌ای که پی اچ دی رو در عرض 10 سال به شما میده روالش راحت تره. اونی که پی اچ دی رو به شما در عرض 1 سال میده فشرده تره، اکثراً چون اون سرعت نتیجه رو میخوان، اکثراً انتخاب میکنن که در عرض 1 سال پی اچ دی شونو به دست بیارن. کاری که شما کردی اینه، انتخاب کردی به مدرسه بیای که در عرض 1 سال به تو پی اچ دی میده، ولی خودت یادت نیست که این انتخاب خودت کردی. برای همین به جای اینکه از فرصت هات استفاده بکنی هی نشسته قور میزنی که این بهت کمک نمیکنه، به ارتعاشت کمک نمیکنه. وقتی شما در فاز قور زدن و گلگی و شکایتید، آیا در احساس شادی هستید؟ مسلماً نه. پس این یعنی به ارتعاش شما کمک نمیکنه، چون حس شادی به شما نمیده، حس خشم به شما میده و باعث میشه که از خالق دور بشید. وقتی که هی گله‌مندی میکنی خدایا چرا اینجوری کردی، خدایا چرا اونجوری کردی، در صورتی که خدا انتخاب برای تو انتخاب نکرده، تو خودت انتخاب کردی بیای، ولی چون یادت نیست، آگاه نیستی به اندازه کافی، هی از خدا شکایت میکنی. خدام صبوره، میگه خب به وقتش خودش یادش میاد که خودش انتخاب کرده. خالق صبوره، ولی به خودت کمک نمیکنه، چون ارتعاشتو میاره پایین. در افکار و امواجی باشید که حس خوب به شما میده، این به ارتعاش شما کمک میکنه. من در یه دورانی داشتم خودم که دوران، البته خود مسیر من مسیر آسونی نبوده. افراد فکر میکنن مثلا یکی نشسته، مثل که من میشینم بر شما تعریف میکنم، یکی نشسته بر من تعریف کرده، ولی اینطور نیست. حدود 30 سال این دانش زمان گرفته، هنوز هم من در حال آگاهی و رشد هستم، یعنی یه مسیر بی انتهاست. هنوز آگاهی های بیشتری هست که باید کسب بشه، ولی در موقعیت های بودم من که مسیرم خیلی سخت بوده، تلاطم زیاد داشتم و غر زیاد زدم و یکی از این بارها که خیلی غر می زدم و گله داشتم که این سخته، طول می کشه، فلانه، بیساره، یه جواب خیلی قشنگی معلمای نوری من به من دادن. به من گفتن لذتش در سختیشه. اگر آسان بود خب همه این کار می کردن، دیگه تفاوتی نبود. مثل کسی که میره قهرمان مسابقه المپیک میشه
چرا میخواد قهرمان بشه تو اون مسیر؟ چون هر کسی نمیتونه اون کارو بکنه. هر کسی نمیتونه بره مسابقه المپیک بشه در این عمر انیوی. چون باید روزانه تمرین کنه، روزانه تلاش کنه، خیلی مصمم باشه، از خیلی چیزای دیگه بزنه که وقت برای تمریناتش بذاره. مثلا بعد رژیم خاص داشته باشه، هر چیزی رو نمیتونه بخوره. یعنی بعد یه هدف مشخص و خیلی مصمم در مسیرش باشه و دراز مدت. مثلا یکی ممکنه یه دو بار حتی با تلاش زیاد یه دو بار تو المپیک شرکت بکنه برنده نشه، ولی مثلا دفعه سوم چهارم برنده بشه. یعنی خود نتیجه تلاشش هم زمان میبره. و من واقعا اینو درک کردم، دیدم درست میگن. هر مثلا یه کسی که دکتره یا جراحه، چرا ما خیلی بهش اعتبار میدیم؟ به خاطر که زحمتی که در اون مسیر کشیده، زمانی که در اون مسیر گذاشته. چون مثلا کسی که مثلا دکتره یا جراحه یا حتی رشته‌های دیگه، بعضی اوقات 15 سال 17 سال شدن بیشتر وقت گذاشتن روی درس خوندن، آماده شدن برای اون مسیر، اون هدف. و بدین دلیله که من مثلا ما بهشون اعتبار بیشتری میدیم، چون وقت بیشتری برای اون هدف گذاشتن. حالا در امور معنوی هم همین حال داره. اگر که البته میتونه راحت باشه. یکی از اهداف من اینه که مسیر رو برای شما کوتاه‌تر بکنم، اون چیزایی که کسب کردم در اختیارتون بذارم که مسیر برای شما کوتاه‌تر بشه و مطالب رو سریع‌تر دریافت کنید، که لازم نباشه مثلا چند سال صبر کنید تا یه اطلاعاتی رو دریافت کنید. ولی خب به نفعتونه الکی غر نزنین. به نفعتونه که اون موقعی که احساس میکنید که میخوای غر بزنید، شروع کنید به ذکر گفتن. این به ارتعاش شما کمک میکنه و به شما آرامش بیشتری میده. غر زدن، گله کردن، آرامش خودتون رو از خودتون میگیره، به نفع خودتون نیست. این سوالو خانم آرمیس قبلا پرسیدین، آیا عقیم کردن حیوانات کارما داره؟ به روشی که الان ایجاد میشه نه، چون هدفم این هستش که برای منفعت خود حیوانات این کار انجام میشه و یه روال ببخشید عادی هست در امریکا و مخصوصا روشش، چون اینجا خیلی ملاحظه میکنن در حیوانات که با ملاحظه و با بیهوشی اینجور کارا انجام میدن، با ملاحظه انجام میدن، نه کارما ایجاد نمیکنه. اگه سگ زیاد اذیت نشه یا اون حیوان زیاد اذیت نشه، کارما نداره. چجوری به موانع و کارمای رسیدن به جفت روحی درمان بدیم؟ بستگی داره دیدگاهتون به این جفت روحی چی هست. مطالب زیادی راجع به جفت روحی از جای مختلف گفته میشه، همش صحیح نیست. و اصلا کلا بستگی داره، اینم از این کلماتیه که به عناوین مختلف استفاده میشه. قرار نیست در هر عمری با جفت روحی باشید. حالا اگه منظورتون از جفت روحی یک همدم خوب و مناسبه، شما میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید به اون چیزی که مانع دریافت یک رابطه خوب و پر عشق میشه درمان بده، یا ریشه یابی بکنید چه چیزی مانع یه رابطه خوب و پر عشق میشه. ولی جفت روحی به اون معنایی که من ازش استفاده میکنم، هر کسی در هر عمر با جفت روحیش ملاقات نمیکنه. ولی من اینا توضیح بیشتری در کلاسای ترمیم در موردش توضیح میدم عمیق‌تر. شم روشن کردن مثبته، یعنی آگاهی. بعد اون افرادی که خانم شاهین، افرادی که بیمار هستن سطح ارتعاششون رو نشون میده، بعد ارتعاش خودشون رو بیارن بالا. گاهی اوقات یه سری از کارماها در خانواده ها کارماهای گروهیه.
که این یکی از دلایلیه که توی خانواده قرار میگیرید. مثالش مثلا اینه که من توی یکی از کارماهایی که درمان میدادم برای خودم دیدم که یه کارمایی که بهش درمان میدادم کارمای گروهی بود برای کل خانواده من. و مثالش اینه که توی حالتهایی که میبینید یه چیزای مشترک خانواده تجربه میکنن، یکی از دلایلش کارمای گروهی خانواده است. حالا تو این شرایط شما فقط میتونی به کارمای خودت درمان بدی، ولی میتونی از خالق و فرشته ها درخواست بلسینگ بخشش بکنید برای کل خانواده. و این درخواست مناسبی روزانه که از خالق مهربان و فرشته ها درخواست میکنم به من، به خانوادم، به اجدادم بلسینگ بخشش بدید و بلسینگ ورچو. مثالش مثل اینه که الان شما رولت این هستش که این شخص مادرته، اون شخص پدرته، این شخص خواهرته، اون شخص مثلا برادرته و این توی یه خانواده هستی. همه شما ممکنه تو یکی از عمرهای قبلتون با هم دوست بودید مثلا، یا حتی ممکنه فامیل بودید، فقط رول هاتون متفاوت بوده، ولی با هم در ارتباط بودید به نوعی، حالا یا دوست یا فامیل یا توی شغلی یا توی گروهی. حالا فرض کن مثلا شما گروهی توی گروه مافیا بودید توی یکی از عمرهای قبلتون، چون این یکی از ریشه های یکی از مشاورای من بود که این شخص توی یکی از عمرهای قبلش با کسی که الان پدرشه و کسی که الان مادرشه و یه عده دیگه، اینا توی یکی از عمرهای قبلشون توی گروه مافیا بودن. و اگه درست یادم باشه پدرش مثل که اون کسی که الان در این عمر پدرشه، فکر کنم سرگروهشون بوده یا یه این مدل، ولی همشون تو گروه مافیا بودن. خب مافیا چیکار میکنن؟ کسایی که تو گروه مافیا هستن دزدی میکنن، کلا برداری میکنن، آدم کشی میکنن. خب این افراد وقتی که تو اون عمر از این کار کردن گروهی، این میشه کارمای گروهی اونها. هم جدا جدا برای خودشون کارما دارن، همچون این کارا رو گروهی انجام دادن کارمای گروهیشون میشه، چون دست به یک کردن که مثلا برای انجام یه کاری، مثلا یه دزدی کلاه برداری، دست به دست هم داشتن برای این کار میشه کارمای گروهیشون. حالا اگر شما تو خانوادهتون یه سری چیزایی تجربه میکنید که میبینید همه خانواده گرفتارشن، گاهی اوقات میتونه ربط داشته باشه به کارمای گروهی، بعضی اوقات میتونه ربط داشته باشه به کارمای اجدادی. براش ریشه یابی کنید که چرا من این رو دارم تجربه میکنم. برای رهایی از وابستگی میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید که به وابستگی درمان بده. یکی از ریشه های وابستگی ترس از دست دادنه. شما اگر واقعا آگاه باشی و درک بکنی که مردنی وجود نداره، همه همیشه زندن، ما یه موجود ابدی هستیم، دیگه ترس از رها کردن و وابستگی هم رها میشه. بعد میگردم حضور داشته باشید قسمت بعدی برای مراقبه و درمان.